درود بر دوستان عزیز، سام سراوی هستم، روانشناس، فراروانشناس و محقق در علوم عرفانی شرق دور. 11 جلسه از مجموعه بیداری کندالینی را آغاز می کنیم. این جلسه به چاکرای 4 می پردازیم به نام آناهاتا یا آناهات یا آناهیت، بستگی داره در کدوم ایالت هند تلفظ بشه. آناهاتا یعنی آسیب ناپذیر، صدایی که بدون برخورد دو شی به هم تولید بشه. من برای که یک صدایی تولید بکنم مجبور هستم که دست بزنم، اما وقتی که بدون اینکه دست رو به هم دیگه بزنم این صدا در واقع در کیهان تولید بشه، در واقع بدون هیچ آسیبی و دور از هیچ گونه هرت یا آسیب، میشه آناهاتا. آناهاتا چاکرای 4 است و جایگاهش در قلب ما قرار داره و 12 گلبرگ داره. در شلوکای 22 در اوپانیشادها شما میتونین سوتراهای مخصوص آناهاتا رو ببینید، آناهاتا یا آسیب ناپذیر. خب همینطور که میدونین قلب انسان از قدیم نماد شفقت و نماد محبت و مهربانی بوده، پس کسی که چاکرای قلب خودش رو فعال میکنه مملو از شفقت یعنی کرونا یا عشق میشه. البته در زبان تبتی ما بهش میگیم بودیچیتا، بودیچیتا همون شفقته، گرچه بودیچیتا در زبان تبتی به فعالیت نوعی از فعالیت ذهن برمیگرده، اما ما در فلسفه یوگا و اوپانیشادها اشاره میکنیم به کرونا، شفقتی که در قلب انسان ایجاد میشه. کسی که چاکرای آناهاتاش فعال بشه و بتونه انرژی کندالینی رو از مولادهارا چاکرا به چاکرای در واقع آناهاتا برسونه، انسان محبوبی میشه. اصطلاحا بهش میگن پریات پریاتماها، پریات پریاتما، انسانی هستش که مورد ستایش و مورد محبت دیگران واقع میشه. به اون میگن یوگی شاها یعنی شاه یوگی ها، یا بهش میگن نیانی شاها یعنی شاه دانش. نیانی میشه دانش، نیانی شاها شاه دانش. میبینید کلمه شاه کلمه ای هستش که در زبان سانسکریت آمده است، خیلی از این کلمات. خب در خیلی از سایت ها شما اگه بزنین رنگ سبز زمردی، رنگ پسته‌ای، اینا چیزایی نیستش که توی اوپانیشادها ها رسما قید شده باشه. رنگ سفید اتفاقا نورانی بیشتر قید شده و در وسط در واقع این چاکرا اون لینگامی که قرار داره در یک فضای دودی، رنگ دودی شکلی واقع شده. الهگانی که در این چاکرا در واقع کماندر یا فرماندار هستند یا حاکم یا سلطه‌گر هستند، اول از همه وایو هست. اگر خاطرتون باشه در جلسه ای که در مورد پرانه‌ها صحبت می‌کردم در مورد وایو صحبت کردم، حتما مراجعه بکنیم به اون جلسات اول تا خدای وایو و خدای باد رو بشناسید، که گفتیم عبود یا در واقع پیر یا مراد هانومان بود و اسم دیگرش هم آنیل هست. اما اینجا عبود و پیر در واقع یک الهه دیگری هست که به نام ایشاست، که آن هم تجلی دیگری از شیوا هستش در این چاکرا. پس وایو اولین در واقع الهه سلطه‌گر در این چاکرا یا چاکرای قلب ما هستش. همینطور که توجه میکنید توی این چاکرا دو تا مثلث هستن، که این دو تا مثلث یک نوک تیزش به سمت بالاست، یک نوک تیز به سمت پایین. یعنی چاکرای قلب در واقع حامی بقیه چاکراست، چون تقریبا در وسط چاکراهای دیگر قرار داره و بقیه چاکراها رو کنترل میکنه، پس جایگاه بسیار مهمی داره. و خب از اونجایی که شفقت و کرونا هم جایگاه بسیار بالایی در باهاکتی یوگا داره، ما میتونیم با تمرین باهاکتی یوگا در کنار پرانایاماها یا آسانهایی که انجام میدیم، بیشتر در این چاکرا در اوپانیشادها قید شده که ما بعد باهاکتی یوگا یا عاطفه و ایثار و محبت رو در واقع تجربه بکنیم تا بتونیم این چاکرا رو فعالش بکنیم. درخت آرزوها یا سوراتارو درختی هستش که خیلی معروفه. اتفاقا سوراتارو حتی در فرهنگ یونان هم وارد شده که ریشه اون در سانسکریت است. سوراتارو در واقع رشد میکنه، درخت آرزوها، درخت ویشفولنس در بدن انسان رشد میکنه. قابلیت های بسیار زیاد دیگر ماورایی با فعال کردن چاکرای آناهاتا به دست میاد، قابلیت نفوذ در بدن دیگران. میدونیم که داستانی داریم که شیوا بدن خودش رو توی یه دونه غاری میذاره و دخول میکنه در بدن یک شاه ظالمی که مار کبرا اون رو نیش میزنه. از طریق همین در واقع آناهاتا چاکرا و تمریناتی که بر روی فعال کردن آناهاتا چاکرا داره، میتونه وارد بدن
دیگری هم بشه. حالا اینا افسانه ها و میث ها یا اسطوره هایی است که شما در حتما بعداً چک بکنید. با فعال شدن این چاکرای 12 گلبرگ و ذکر مخصوص یا مانترای مخصوص اون به نام یام با تمرکز بر اون، ما پروشاسید یا عشق و شفقت رو درون خودمون گسترش بدیم. پروشاسید، تمام هستی درون ما به صورت یک عشق جای میگیره و ما میشیم پریات پریاتماها، محبوب قلبا، پریات پریاتماها، محبوب قلبا میشیم. سودهای دیگر فعال کردنش اول از همه راکشاس که به معنای حفاظت است و ویناشا به معنای ویرانی، یعنی ما میتونیم هم حافظ عشق و محبت باشیم هم ویرانگر نفرت باشیم. راکشا ویناشا. ما میتونیم به دیانا برسیم. دیانا یا همون نوع دیگرش دیان یا جن یا زن. ببینید دیان، دیانا، زن، حتی کلمه خان در زبان فارسی بعضی معتقد هستن که کلمه خان هم از همین مراحل مختلف و مراقبه به دست آمده که ریشش در زبان سانسکریت هم هست، در زبان پهلوی ساسانی هم ما میتونیم پیدا بکنیم. ما دیانامون قوی میشه، یعنی مراقبمون قوی میشه و آواتانا و تمرکزمون قوی میشه. کسانی که آناتاشون قوی هستش آدمای متمرکزی هستن، میتونن تمرکز خوبی داشته باشن و همچنین دیانای خوبی داشته باشن یا جیانای خوبی داشته باشن یا زن خوبی داشته باشن یا خانه‌های مراقبه رو طی بکنن. خب در مورد ایشا صحبت میکنیم. ایشا نوع دیگری از تجلی شیوا هستش که این تجلی شیوا در واقع تجلی کرونا عشق و محبت است. ستگوره یکی از عارفای بزرگ هند که امروز روز خیلی معروف هستش و خیلی ازش همه سود میبرم، منم خیلی دوستش دارم، کارش رو دنبال میکنم، مرکز بسیار بزرگی داره به نام ایشا که مجسمه خیلی بزرگی هم از این تجلی در واقع خدایگان هند ساخته و هندوها اعتقاد دارن که ایشا مثل رودرا که گفتیم تجلی دیگری از شیوا بود که بدنش رو از پاسما میپوشون، اینجا ایشا هستش و باز میبینید که در دستش یک تریشوله و گفتیم این تریشولی که در دستش هست، این سه شاخ، به هیچ وجه نماد شیطان نیست. من نمیدونم چرا امروز روز در خیلی از این فیلم‌های هالیوودی یا دوستان عزیزی که میشینن یه سری از این تفسیرهای عجیب غریب تو جلسات خودشون میکنن، این سه شاخ رو معنی بدش میدن. در فرهنگ هندو این تریشول، این سه نماد در واقع تولد، بقا و مرگ هست و این زاد عالم هستی است و همیشه این تریشول در دست شیوا قرار داره و در دست اکثر الهیگان ما این تریشول رو میبینیم و به اون تریشول یک دومرو آویزونه. دومرو یا همون کلمه از صدای دومرو، 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 یعنی درامز، یعنی یه تبل هم همیشه هست که اون تبل، تبل بیداری هستش که همیشه کسانی که شیوایست مثلا به خودشون حمل میکنن. من در نپال که بودم صبح شاهد بودم کسانی که به معبد سوین بونات میرفتن دست خودشون یه تریشول میگرفتن و یه دومرو هم بهش وصل بود و راه میافتادن و اون نمو شیوا یا نمو شیوا یا راه میافتادن میرفتن به سمت در واقع. یانترای آناهاتا چاکرا، ذکر اصلی یام، گلبرگ‌ها به ترتیب کام، کام، گام، گام، نام، چام، چهام، جام، چهام، نیام، تام، تام.